شاهین صمیمی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای صمیمی، میدونم که بالاخره ساختار کلی قدرت در واشنگتن دی سی میخواد از اوکراین حمایت بکنه، ولی به نظر میاد که اون تب و تابی رو که اون اوایل جنگ داشتن الان ندارن، به خصوص با توجه به اینکه میلیاردها میلیارد دلار از اینجا روانه کیف شده. با درود به شما و مردم عزیز ایران، کاملا این گونه هست. اما مسئله ای که وجود داره اینه که ایالات متحده میزان زیادی پول روانه اوکراین کرده، اما ریز خرجی بر نگشته. و نمایندگان مجلس امریکا، البته این رو هم عرض بکنم که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان دارن از این موقعیت فعلی استفاده بهینه میکنن که میگن الانی که کاخ سفید و دموکرات ها نیازمند به فرستادن کمک بیشتر هستن که جمهوری خواهان باش مخالفت ندارن، میگن ما از این مسئله استفاده بکنیم و یک کار عمده دیگری را هم که میخوایم انجام بدیم و ممکنه تبعات بهینه انتخاباتی برای ما داشته باشه، همون مسئله امنیت مرزهای امریکا رو مطرح میکنن. چه ارتباطی با هم دیگه داره اینها؟ ممکنه سوال پیش بیاد. ارتباطش این هست، میگن جمهوری خواهان میگن که یک سری گروه های تروریستی از طریق مرزهای جنوبی امریکا دارن رخنه میکنن و امکان رخنه کردنشون هست. این مسئله رو آقای کریستوفر ری، رئیس FBI هم چندی پیش تلویحاً تایید کرد و به جمهوری خواهان این آتو رو بیشتر داد دستشون که اونها بیان این مسئله رو بگن. پس اگر این هست، این خودش برابری میکنه با یک مسئله امنیت ملی. اگر امنیت ملی حفظ اوکراین به امنیت ملی امریکا مربوط میشه، حفظ مرزهای امریکا هم به امنیت ملی مربوط میشه. این رو آوردن اینجوری به همدیگه مرتبطش کردن و در حال حاضر دولت بایدن رو تحت فشاری گذاشتن که راه پس و پیش تقریبا نداره. چه اهرام چانه زنی داره آقای بایدن به جز این موضوع مرزهای جنوبی آمریکا برای اینکه جمهوری خواهان رو بتونه متقاعد کنه؟ جمهوری خواهان علاقمند این هستند که روند اعطای ویزاهای مهاجرتی به امریکا کاهش پیدا بکنه، به خصوص افرادی که از کشورهای هایتی و افغانستان به امریکا می آمدن. میخوان که تعداد اونها کمتر بشه و تکلیف اونهایی که الان اینجا هستن مشخص بشه و ضمناً ایالات متحده این رو بپذیره که کشورهایی که در اونها ایالات متحده مراکزی برای بررسی نیاز این افراد به پناهنده شدن به امریکا هست رو اونجا رو تقویت بکنه، مثل مکزیک، مثل هندوراس. ولی دموکرات ها میگن ما این کار رو اگر بکنیم داریم خیانت میکنیم به اون افرادی که نیازمند این هستن که از موقعیت های بد فرار بکنن. این در حقیقت داره تبدیل میشه به یک چالش انتخاباتی که قطعا بنده میدونم در سال 2024 گریبان هر دو طرف رو خواهد گرفت. تنها اهرمی که بایدن داره امضای ریاست جمهوریه که اگر هم زیاد جمهوری خواهان فشار بیارن میتونه از یه قطعنامه ریاست جمهوری استفاده بکنه برای کوتاه مدت، ولی جمهوری خواهان هیچ علاقه‌ای به اون ندارن چون میخوان که یک لایحه از مجلس گذشته رو ارائه بدن به رای دهندگان. ممنونم از شما شاهین صمیمی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما.